و حالا میرسیم با اون رازی که میخوام راجعش باهاتون صحبت کنم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، اگه دوست دارین ترفنده موزیک پروداکشن، میکس و مستر یاد بگیرین، اینستاگرام و تلگرام نوید میوزیک تیپس رو دنبال کنین. اگه مایل به همکاری با من هستین به وبسایتم سر بزنین، اونجا میتونین بعضی کارامو با آرتیست‌های دیگه بشنوین. از طریق اینستاگرام شخصی من میتونین مستقیم با هم در ارتباط باشید. سلام بچه‌ها، خیلی خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. تو این ویدیو میخوام راجع به EQ کردن تو مسترینگ صحبت کنم. همونجور که احتمالاً میدونید، من قبلا هم بهتون توضیح دادم که اینکه من یه موزیکو از اول تا آخر بخوام بهتون مسترینگش رو نشون بدم، بعید میدونم بتونه بهتون کمک کنه. به خاطر همین دارم سعی میکنم کارهایی که معمولاً خودم تو مسترینگ رو انجام میدم و تو قسمت‌های مختلف راجعشون صحبت کنم و در واقع سعی کنم که تیکه تیکه اینا رو بهتون بگم که بر اساس چیزی که یاد میگیرید خودتون تصمیم بگیرید تو مسترتون چی کار کنید. چون هر پروژه با پروژه دیگه فرق میکنه، همونجوری که میکس کردن هر پروژه با پروژه دیگه فرق میکنه، مستر هم همین قضیه رو داره. ویدیو قبلی رو اگه ندیدین، تو ویدیو قبلی من راجع به انواع کامپرسورهای صحبت کردم که میتونید روی مسترتون بذارید، حتما اون ویدیو رو برید چک کنید، لینکش الان رو سرم ظاهر میشه فکر کنم. ولی برگردیم به ویدیو امروز که راجع به EQ کردنه. EQ کردن ما حالتهای مختلف داریم که من سعی میکنم، یعنی من فکر کنم 3 ویدیو EQ باید بسازم راجع به EQ کردن تو مسترینگ. حالا بریم یه قسمت از آهنگ رو گوش کنیم. این همون آهنگیه که در واقع پروداکشنش رو گذاشتم چند وقت پیش، موزیک پاپ بود، چجوری موزیک پاپ سینمایی بسازیم، ولی این یه ورژن دیگه شه که قراره به زودی ریلیز بشه. In a storm I can see it was pitch black. I saw a light, was you came to save me. خب فقط پلی کردم که یه ایده کلی داشته شید. اگه اون ویدیو پروداکشن رو ندیدین حتما اینجا میذارم رو کلم، دوباره الان یه پنجره باز میشه که روش میتونید کلیک کنید برید ببینید که چجوری من همچین ترکی رو ساختم و تنظیم کردم و میکس کردم. خب حالا بریم سراغ EQ. EQ که من استفاده کردم واسه کمپانی ویوز، اسمش منی ام EQ بهش میگن و این در واقع این EQ یه حالت خاصی داره، اونم اینه که شما تو این نوع EQ ها معمولا 3 بند یا 4 بند بیشتر نمیگیرید و فقط همونا رو با عدده مخصوصی که دارن میتونین در واقع روشون تأثیر بذارید. حالا اگه اینجا رو توجه کنی میبینید که یه سری عدد خاص هست که اینا رو فقط شما میتونین در واقع اضافه کنید یا کم کنید و اونا عبارتند از 50, 110, 120, 230, 250, 320, 400, 800, 500, 3000, 2000, 5000, 10000, 12000, 15000, 20000, 25000. اون رازی که میخوام در واقع با تون صحبت کنم 25 ولی میذارم واسه آخر ویدیو. حالا این در واقع به ما چه کمکی میکنه؟ من الان پلی میکنم EQ رو، دیزیبلش میکنم یعنی خاموشش میکنم و بعد دوباره روشنش میکنم تا ببینم فرقی متوجه میشید یا نه. In a storm I can see it was pitch black. I saw a light, it was you came to save me. I am my cold, my heart is cold. I was freezing, I saw you, I thought. به گوش من وقتی EQ خاموش بود صدای ذره در واقع تو دماغی تر بود، کل آهنگ انگار احساس نداشت، انگار شفاف نبود به اندازه کافی، ولی به معنی اینکه EQ رو روشن می‌کردم شفافیت برمیگشت، یه ذره
احساس میکردم که تمام المانهایی که تو میکس داریم واضح تر میشه. حالا بریم سراغ هر کدوم از اینا رو بهتون نشون بدم که چیکار میتونید بکنید. بجز ویوز هم خیلی پلاگین های دیگه هستم، مثلا تیرک فکر کنم یه همچین چیزی شبیه به همین پلاگین رو داره، ولی یه ذره دیتیلش بیشتره و جزئیات بیشتری داره. ولی اینجا ما میخوایم در واقع بهتون نشون بدم که هر کدوم از این دکمه چه کمک میکنه. خب من این بنده بالامون رو خاموش میکنم و تمرکز میکنیم رو 140 که من 1 dB اضافه کردم. اینو من پلی میکنم و واسه تون بوستش میکنم تا بتونیم بشنویم چه اتفاقی داره میفته. Bringing us to you, you came to save me. Dust in the storm, I can see it was pitch black. I saw a light, it was you, you came to save me. خب همونطور که دیدین و این فرکانس رو گینش رو بردم بالا که بتونید بشنوید که من تمرکزم رو چی بوده. 140 هرتز معمولا یه ذره پانچ داره و یه ذره در واقع مید بیس داره، یعنی لو نیست، فرکانسی سابمون نیست، از سابمون رد شده و وارد منطقه بیس شده. من احساس کردم که یه ذره من میتونم اینو بوست کنم و احتیاج داره آهنگ به این. حالا قبلش حتما سعی کنید روی هدفون یا اسپیکر مانیتورینگ اینو گوش کنین، چون خیلی جزئی من معمولا، یعنی همه به نظرم باید این کار رو انجام بدن، تو مستر خیلی جزئی باید ایکیو کنید. اگه احساس کردین که بیش از حد باید یه چیزی رو کات یا بوست کنید، بدونید که یه جای میکستون میلنگه و باید برین توی میکس این کار رو انجام بدین. حالا فرکانس مید فریکونسیمون تقریبا 800 هرتز هم من دوباره یه 0.5 dB اضافه کردم. بریم ببینیم این 800 هرتز چه فرکانسیه. می‌بینید بیشتر تمرکزش رو وکاله، یعنی 800 هرتز رو که من اضافه کردم 0.5 dB، یه ذره قدرت دادیم به وکالمون که راحت‌تر روی میکس شناور بشه و یه ذره همین 0.5 dB باعث میشه که یه ذره در واقع فرق کنه و جنس بهتری انگار داشته باشه صدامون. حالا دوباره اینم رو شخ خاموش میکنم. بازم تغییر خیلی کمه، ولی بازم اگه به دقت گوش کنید متوجه این تغییر میشید که چقدر در واقع همین 0.5 dB باعث میشه که وکالمون بیاد رو به جلوتر، راحتتر روی اینسترومنتال و سازامون سوار بشه. ولی بازم اینجا شما فرکانس های مختلفی هستش که میتونید روش تأثیر بذارید. خب بعدش میرسیم به بند مید های فریکونسی که اینجا میبینین تا 8 در واقع 8000 هرتز رو داره، ولی فرکانسی که من به ذهنم رسید یه ذره بوست لازم داره 3200. حالا یه چیز جالبی که وجود داره اینه که من توی این آهنگ زیاد کات نکردم، همه رو بوست کردم. اینم یه نکته قابل تعاملیه که بعد به گوشتون اعتماد کنید. فکر نکنید تو همه آهنگ حالا باید یه جرو کات کنی یه جرو اضافه کنی، شاید اصلا یه آهنگی هیچ کدوم از اینا رو احتیاج نداشته باشه، ولی معمولا واسه پولیش کردن و صیقلی کردن صدا و شفاف کردن صدا معمولا یه همچین EQ شما احتیاج دارید. حالا بریم 3200 رو گوش کنیم ببینیم چه فرکانسیه. دقت
دیدین کدوم فرکانس بود؟ 3200 هزار و 3000 هرتز معمولا فرکانس هایی هستن که گوش انسان روشون حساسه. به خاطر همینه که معمولا المانه که شما توی 1000 تا 3000 هرتز ترین رو باید کنترلشون کنید، مخصوصا اگه وکال داشته باشین 90% اوقات میخواین که فرکانس های دیگهی که تو 1000 3000 هرتز هستن رو کنترل کنید که وکال بتونه در واقع بیشتر اونجا باشه، چون رو موبایل اینم که پلی میکنی اون 3000 و 1000 هرتز رو خیلی راحت تر میشه شنید. بگذاریم، زیاد وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، ولی منظورم اینه که الان دیدین من بلند کردم وکالمون صدا خیلی بلندتر شد و اون 3000 هرتز در واقع باعث میشه که جلو بیاد. حالا یه بارم آن و آف میریم. خیلی 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 تغییر جزئیه، ولی خیلی خیلی هم تاثیرگذاره. یعنی میبینید که چقدر صدا دوباره یه درجه شفافتر شد، یه درجه به اون چیزی که ما میخوایم نزدیکتر شد. و حالا میرسیم به اون رازی که میخوام راجعش با اتون صحبت کنم، و اونم اینه که من وقتی خودم اینو متوجه شدم، فکر میکنم شاید 2 سال پیش بود یا 1.5 سال پیش بود که اولین بار وقتی همچین چیزی رو در واقع یاد گرفتم خیلی خیلی تعجب کردم. یعنی همیشه چون میگن که نمیدونم شنوایی انسان معمولا بین 20 تا 20000 هرتز، و خب آدم انتظار داره 20000 هرتز به بالا رو نشنوه. حالا اینجا من با کمک شما احتیاج دارم، اگر همونطور که میبینید اینجا 25000 هرتز در واقع میتونید شما 25000 هرتز هم اضافه کنید یا کم کنید. کمکی که ازتون احتیاج دارم اینه که میخوام اینو بوست کنم، شما بگین تغییری حس میکنید یا نه، چون من فکر میکنم که اینکه هدفونت یا اون دستگاهی که داری باش در واقع موزیک رو گوش میکنی بتونه این فرکانس رو بشنوه، اونم خیلی تاثیر میذاره، چون من خیلی راحت میشنوم. یعنی حتی اینجا مثلا 2 dB 2.5 dB مثلا اینو بوست کردم بدون اینکه لازم باشه تا تبلند کنم هم شنیدم این قضیه رو، ولی میخوام ببینم که شما هم حس میکنید اینو یا نه. حالا من اینو بوست میکنم ببینین چقدر شفاف میکنه صدا رو. نمیدونم تغییر رو شنیدید یا نه، ولی یه صدای به این فرکانس بالا معمولا از مثلا 15000 هرتز به بالا رو میگن ایر، یعنی هوا، فرکانس هوا، باعث میشه یه ذره ایر وارده در واقع میکستون یا صداتون بشه و اینا. خیلی هم از این فرکانس استفاده میکنن توی مسترشون، یعنی از یه فرکانسی به بعد مثلا چه میدونم 16000 هرتز 15000 هرتز به بالا رو بوست میکنن که اون شفافیت و اون هوا و ایر رو وارد میکس کنن که جنس صدا یکم بهتر بشه. اما داستان این 25000 هرتز چیه؟ مثلا الان با خودتون میگین نوید من 25000 هرتز رو مثلا از 18000 هرتز به پایین رو کات کردم. منم اتفاقا این کار رو انجام دادم. اگه نگاه کنید من از 17000 هرتز به پایین رو کات کردم، ولی وقتی که 25000 هرتز رو بوست میکنم صدا خوبه. اما بعد یه چیزی هم که میخواستم بگم، بچه اینجا میتونید انتخاب کنید، این بل شیپ داره و در واقع اینکه شما راحت بتونید بوست کنید. یعنی چی؟ یعنی اینجا اگه من EQ رو باز کنم این بل تایپه، یعنی اینجوری بوست میشه. اگه رو راستی میذاشتم و رو سمت چپ، یعنی اینجوری بوست میکنه. یعنی این چی میگه؟ یعنی از یه فرکانسی به بالا رو روی خط اینجوری بوست میکنه. این 25000 برگردیم روی، خب حالا این جریان 25000 هرتز چیه؟ بعضی از چیزها روی 20000 هرتز دارن، بعضی روی چیز دارن، ولی
این یه سری در واقع از 20,000 هرتز به بالا فرکانسی که معمولا انسان نمیتونه بشنوه. اما این که نمیتونی بشنوی دلیل نمیشه که در واقع تأثیری روی میکست هم نذاره وقتی که اون فرکانسی بالا رو بوست میکنی. همونطور که دیدید موقعی که من بوست کردم خیلی صدا شفاف شد، یه در واقع فرکانسی به آهنگ اضافه شد که شما با چه میدونم ایکیو معمولی شاید نتونید به دست بیارید. و این یکی از رازهای بزرگ ایکیو کردن تو مستره که خیلی ها راجعش صحبت نمی کنن، خیلی هم شاید استفاده نکنن، خیلی هم شاید ندونن، ولی من خیلی دوست داشتم اینو بهتون بگم. حالا یه بارم قبل و بعدش رو گوش کنیم با هم. I was fighting for a life, hit a wall again. It was breaking outside, you came to save me. Lost in a storm, I can see it was pitch black. I saw a light, it was you came to save me. میبینید یه ذره دوباره یه درصد دو درصد شفاف میکنه صدا رو، ولی بین این مثلا ستا ایکیوی که انجام دادم، البته اون اولیه که زیاد به شفافیت صدا ربطی نداشت، راجع به فرکانس های پایینه اون بود، ولی از بین این ستایی که من الان انجام دادم 800 هرتز و 3225 هزار، میبینید که این خیلی بیشتر تأثیر میذاره و باعث میشه که صدامون در واقع خیلی شفافتر بشه. حتما اینو امتحان کنید، حتما هم واسم کامنت بذارید بهم بگید که آیا این 25000 هرتز رو با هدفونی که دارید، حالا هر هدفونی که دارید استفاده میکنید، آیا تونستید بشنوید فرق و یا نشنوید؟ چون خیلی دوست دارم اینو بدونم که آیا همه اینو میشنون یا من مثلا موجود خاصی هم که میتونم اینو بشنوم. ولی منظورم اینه که من خودم خیلی راحت شنیدم اولین بار و خیلی هم شوکه شدم از اینکه اصلا همچین چیزی وجود داره، مثلا بالای 20000 هرتز رو تو بوست کنی تأثیر میذاره رو موزیکت. حالا بیایم یه قسمت دیگه آهنگ، اینو بایپاس میکنم پلاگینو کلا و دوباره میتونید گوش کنید. دیدین چقدر نمیدونم، امیدوارم که بتونید کامل اینو درک کنید و بشنوید. حتی اگر نتونستید بشنوید سعی کنید چند بار بزنید ویدیوها رو عقب دوباره گوش کنید، خیلی تاثیرش یعنی زیاده با اینکه کار کوچیک انجام دادیم. بعد یه چیز دیگه، من صدارم کنترل کردم، یعنی قبل و بعد که میزنم وقتی خاموش میکنم صدای میکس با بعد که صدای در واقع مسترمون با بعد که اینو من اضافه میکنم یکسانه و فرق نمیکنه. یعنی حتی اگر حس میکنید صدا بلند شده صدا بلند نشده، چون دقیقاً توی حد در واقع اینا رو من میکس کردم، آوتپوتمو کشیدم پایین که این گول نزنه منو صدای ایکیو. اما ازتون میخوام که حتما توی مستراتون از این تکنیک استفاده کنید، مخصوصا از این تکنیک بالای 20000 فرکانس های بالای 20000 هرتز امتحان کنید. 22000 هرتز، 23000 هرتز اگه ایکیوی دارید که توانایی همچین کاری رو داره حتما امتحان کنید. میگم به جز ویوز من یه پلاگین تیرک هم میشناسم که دقیقا همین فیچر رو، همین در واقع ویژگی رو داره. ولی در کل امیدوارم که این ویدیو بتونه بهتون کمک کنه که به ایکیو کردن توی مستر یه شکل دیگه ای نگاه کنین، چون خیلی ها یا بیش از حد انجام میدن یا اصلا انجام نمیدن. یعنی حد وسط من خیلی کم دیدم بچه ای که درست ایکیو کنن توی مستر. حتما ویدیو اون چیزی که بهتون گفتم و ویدیو کامپرسر هم ببینید،
چون تمام اینا رو سریالی من دارم، یعنی یه پلیلیست جدا درست کردم واسه مستر که میتونین در واقع تمام اینا رو ببینین. دفعه بعدی احتمالاً راجع به EQ صحبت کنم، یا نمیدونم دفعه بعدی راجع به چیز قرار رو صحبت کنم، هنوز برنامه ریزی نکردم واسه، ولی مطمئنم که در طول زمان این تیکه تیکه ویدیوهایی که میذارم راجع به مستر خیلی بهتون میتونه کمک کنه. امیدوارم که دوباره امروز یه چیز جدید یاد گرفته باشین و لطفاً حتما لایک کنید، کامنت بذارید، که چون اینا خیلی کمک میکنه، خیلی انرژی مثبت میده و در واقع به من کمک میکنه که خیلی بیشتر واسه تون ویدیو درست کنم. دمتونم گرم، کلی هم مراقب خودتون باشین، دفعه بعدی میبینمتون.